همزمان با اعتصاب سراسری کارکنان حمل و نقل شهری و رانندگان قطار در ایتالیا، ده‌ها هزار نفر از کارگران و کارمندان بخش‌های مختلف در اعتراض به تشدید تدابیر سختگیرانه اقتصادی دولت این کشور در روم تظاهرات کردند و بر کناری ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا را از قدرت خواستار شدند. دولت مونتی هیچ اقدامی برای مقابله با بیکاری گسترده ایتالیایی‌ها و حل مشکلات معیشتی مردم نمی‌کنه. مونتی فقط دولت بانکداران و سرمایه‌دارانه. شماری از تظاهر کنندگان با آتش زدن پرچم اتحادیه اروپا و پرتاب تخم مرغ به بانک‌ها از گسترش شکاف طبقاتی موجود در کشور و سیاست‌های نادرست داخلی و خارجی دولت مونتی به شدت انتقاد کردند. توقف خرید نفت از ایران فقط به ضرر ماست و هیچ فایده‌ای برای ملت ایتالیا در بر نداره. متاسفانه دولت ما هیچ توجهی به منافع ملی ایتالیا نداره و فقط تابع دستورات آمریکا و اسرائیل. در 3 سال گذشته بحران اقتصادی در ایتالیا 1 میلیون شاغل ایتالیایی را از کار بیکار کرده است. کارمون اضافه مدارسه. من 2 فرزند دارم و شوهرم بیکاره. الانم میخوان منو از کار اخراج کنند. از دولت مونتی میپرسم که افرادی مانند من باید چگونه به زندگی خودشون ادامه بدن. ما کارکنان بخش راهن هم مانند دیگر اخشار جامعه با این همه گرانی دیگه قادر به تامین زندگیمون نیستیم. تظاهرکنندگان اعلام کردند نگران آینده اقتصاد ایتالیا هستند. حمید مسئولی نژاد، صدا سیمای جمهوری اسلامی ایران، رام.